اصلی نمیذاریم بکشن اینجا. همون هست که خوشم به تو دیوار. با سلام و درود به شما بینندگان عزیز برنامه نبه اعدام، من نسرین نامدارپور به همراه همکارم جمیل فرزان این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. عفه بین الملل طی بیانیه مطبوعاتی در روز 16 فروردین برابر با 4 آوریل اعلام کرد اعدام 853 نفر در ایران بالاترین رقم در 8 سال اخیر در بحبوحه سرکوب بی امان و دور تازه جنگ با مواد مخدر بوده. عفه بین الملل در این گزارش نوشت برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ایران را در سال 2023 به مکان‌هایی برای کشتار دست جمعی تبدیل کرده، اقدام فوری بین المللی ضروری است. این سازمان اعلام کرد که 481 اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع 853 اعدام ثبت شده در سال 2023 به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است. گزارش جدید این سازمان با عنوان نگذارید ما را بکشند نوشت بحران اعدام‌های بی‌امان در ایران از زمان خیزش سال 1401 نشان می‌دهد چگونه مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکم قدرت خود در پی خیزش زن زندگی آزادی از شهریور تا دی ماه 1401 تشدید کردند. این گزارش همچنین نسبت به تأثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقامات در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده هشدار می‌دهد شمار اعدام‌ها در سال 2023 بالاترین رقم ثبت شده از سال 2015 است. پس از تجمعات و کارزارهای جهانی علیه اعدام‌ها که از ژانویه 2024 به صورت گسترده در بسیاری از کشورها و شهرها برای لغو مجازات اعدام توسط فعالین علیه اعدام و با فراخوان و همراهی نهاد کارزار جهانی نبه اعدام و کمیته بین المللی علیه اعدام شکل پذیرفت، همکنون فعالین این تشکل کارزار جهانی نبه اعدام و کمیته بین المللی علیه اعدام با اعلام کارزار جهانی علیه اعدام ها مربوط به جرائم مواد مخدر بر آن هستند که توجه جهانی رو بر لزوم لغو مجازات اعدام علاوه بر اعدام های سیاسی برای تمام جرائم معطوف دارند. در این برنامه شهلا دانشور سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی و همچنین از فعالین کارزار جهانی نبه اعدام همراه و مهمان برنامه نبه اعدام هستند که با ایشون در این زمینه در ارتباط با جنبش علیه اعدام گفتگو خواهیم داشت. با ما همراه باشید. شهلا دانشور سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی و از فعالان کارزار جهانی نبه اعدام اینجا همراه با ما هستند. با سلام به شما شهلا دانشور، به این برنامه خوش آمدید. متشکرم. منم به شما و بینندگان گرامی این برنامه سلام دارم. قبل از اینکه درباره ابعاد جنبش نبه اعدام در ایران از شما سوالاتی رو بپرسم، مایل هستم بدونم که درباره گزارش عفو بین الملل درباره اعدام ها در ایران نظرتون چه هستش؟ بله، خب سازمان عفو بین الملل از اعدام 853 نفر تو ایران تو سال 2023 صحبت میکنه
که از اون تعداد 481 نفر از در واقع کسانی هستند که محکومین به اعدام مواد مخدری بودند. و این آمار ابعاد فاجعه بار این مسئله رو نشون میده. عفو بین الملل میگه این امر سیاسیه، حکومت داره از این استفاده میکنه و تمام از جهان میخواد که نسبت به این مسئله عکس العمل نشون بدن. من خیلی به خاطر ضیق وقت خیلی کوتاه میگم. خب این گزارش، این گفتمان در کنار گزارشی که کمیته حقیقتیاب دادش، حقیقتیاب سازمان ملل که الان تصویب شد که ادامه داشته باشه کار این کمیته، در کنار این به نظرم اوج قدرت انقلاب زن زندگی آزادی رو به نمایش میذاره. در بازتاب جهانی جنبش علیه اعدام رو به نمایش میذاره و در این حال فرصتی میده به ما که در سطح جهانی با قدرت بیشتری عمل کنیم و فشار بیاریم بگیم بسیار خوب، این گزارشات خوب، اما جمهوری اسلامی به خاطر همه این کشتار و جنایاتش باید بایکوت بشه، باید تو سطح جهان به انزوا کشیده بشه و باید جلوی این اعدام‌ها رو بگیریم و باید اعدام‌ها فورا متوقف بشه. اینها گفتمان‌هایی که در واقع به ما فرصت میده که با این گفتمان وارد شیم و متعرض‌تر اعتراض خودمون رو تو سطح بین المللی بازتاب بدیم. بله، این در این چند ماه اخیر جامعه ایران شاهد یک جنب و جوش وسیع علیه اعدام ها بوده و شما هر هفته روزهای یک شنبه گزارشاتی در مورد این رویدادها رو در جلسات علنی و اینترنتی در کارزار جهانی نب اعدام در ایران ارائه میدید. لطفاً جمع‌بندی خودتون رو از اعتراضات اخیر علیه اعدام در ایران برای ما بگید. جنبش علیه اعدام یه جنبش قدرتمند در ایرانه و جنبشی که سابقه داره به خاطر اینکه این حکومت کشتار و اعدامه. اما بعد از انقلاب زن زندگی آزادی چهره اون متفاوت شده، یعنی رابطه مستقیمی داره با این انقلاب به خاطر اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه انقلاب رو عقب بزنه ابزار سرکوبش رو حد دادی کرد، بر شمار اعدام ها افزود و در میان اونا اعدام مواد مخدر یا این بخش بی صدا جامعه برای اینکه جست قدر قدرتی بگیره. ولی این مردم میدونن که کار کرده این چیه و از همین راست زاویه میبینیم که این جنبش بوده بسیار وسیع داره. خانواده های دادخواه یک نیروی مهم و یک ستون مهم این جنبش هستن و از طرف دیگه زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی. جالبه که با خوندن دست حکومت اعلام کردن جمعه های سه‌شنبه های سیاه و گفتن به خاطر اینکه اعدام ها در این روز صورت میگیره و اساسا بیشتر اعدام هایی که صورت میگیره از همین محکومین مواد مخدری هستن و این نشون میده که چطور وصله به اون فضای سیاسی جامعه، جامعه‌ای که در مقابل سرکوب حکومت ایستاده و به این ترتیب ادامه انقلاب را فریاد میزنه، میخواد این ابزار را دست حکومت بگیره برای اینکه انقلاب خودش رو به نتیجه برسونه، رهایی رو رقم بزنه. و این در این حال میبینید به گفتمان بیانیه های تشکل ها تبدیل شده، ده تشکل بیانیه دادن، نهاد دادخواهان بیانیه داد و همینجور کارگران در کف خیابان شعار دادن نه تهدید نه اعدام نیست جلو دار ما. و اینها همه ابعاد اجتماعی گسترده اون رو نشون میده. یعنی فقط وقت تنگ یه مورد مثال بزنم. در همین ایام ما شاهد این بودیم که خانواده مادر دادخواه عادل کیانپور تو سفر به ماهشهر رفت برای دیدار از خانواده عباس دریس، کسی که حکم اعدام بالا سرشه، خطر اعدام داره، از کسانی از شاهدین کشتار حکومت در نیزارهای ماهشهر هست، از بازداشتگان خیزش مردمی سال 98. و این یه الگوه و راه نشون میده به همه جامعه که به این شکل نگذارن این خانواده رو تنها بمونن
و حمایت وسیع خودشون رو اعلام کنن، یا خانواده حدیث نجفی دیدیم که رفتن بر مزار تعدادی از جانباختگان، از جمله مزار محمد قباطلو، محسن شکاری که به دست حکومت اعدام شدن، و همینطور تعدادی از جانباختگان انقلاب. یعنی اشکال بسیاری داره و خود دیدارهای همبستگی خانواده ها دارن به مناسبت 8 مارس، به مناسبت نوروز، به مناسبت های مختلف، و در همه اینها فریادشون اینه که اعدام باید متوقف بشه و فریادشون اینه که زن زندگی آزادی. به این شکل این جنبش جزء جدای ناپذیری از انقلاب زن زندگی آزادی است. بله، در حال حاضر توجه ویژه‌ای داره صورت میگیره از سوی مخالفان علیه اعدام به محکومین مرتبط به جرایم مواد مخدر، که در واقع بخش اعظمی از اعدام ها در ایران رو تشکیل میدن. آیا تصدیق میکنید که مردم در مورد احکام اعدام زندانیان سیاسی و یا معترضین حساسیت زیادی دارند و برای نجات اونها دخالت میکنند، ولی برای زندانیان مرتبط به جرایم مواد مخدر همین حساسیت رو متاسفانه ندارند؟ چه کار کنیم که جامعه رو متوجه این مسئله بکنیم؟ بله، من با این مشاهده شما موافق هستم، این طوره. اما در این حال این هم تغییر کرده و زندانیان سیاسی نقش بسیار مهمی داشتن با سه‌شنبه های اعتراض که اعلام کردن در شکستن این فضا. به خاطر اینکه همونطور گفتم بخش زیادی از کسانی که در قزلحصار محکوم به اعدام هستند، اتفاقا بخش زیادشون از همین بخش هستند. و این نکته خب یک اقدام هم دارید، حمایت از شنبه های اعتراض گامی در همین راستا. زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه که کنارش هستند، همین کارزار جهانی نه به اعدام که شما صحبت کردید، کمیته بین المللی علیه اعدام یه پای محکم اون هست، یا کمپین بر آزادی کارگران زندانی فریدم نا بخشی از این کارزار هستش. و از طرف دیگه روزهای تو برنامه کار ما باید این باشه که روز معینی رو اعلام کنیم برای اعتراض سراسری، مشخصا تحت عنوان اعتراض به محکومین به اعدام مواد مخدری، و از همه بخش‌ها بخوایم که وسیعاً تو این شرکت کنن. الان دست حکومت برای مردم بیشتر از پیش رو شده و میدونن که حکومت این اتفاقا از این بخش بی صدا که فقیر، بخش فقیر و محروم جامعه هستن، بخش زیادشون از خانواده کارگری هستن که قربانیان این سیستم هستن، توی این لیست هستن. توجه مردم رو بیشتر به این جلب کنیم و با اعتراض در مقابل جمع شدن در مقابل مراکز که اینا در بازداشت هستن، تشویق خانواده‌هاشون که خودشون تنها نبینن، احساس شرمساری نکنن، بدونن که اینا قربانی هستن، بدونن که حکومت اینا رو داره در واقع مثل ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه میخواد استفاده کنه، برای اینکه زمینه رو برای اعدامهای دیگه فراهمتر بکنه. و با این شکل با یک گفتمان وسیع بتونیم این حساسیت رو بیشتر کنیم. و تلاش ما همینه، کمیته بین‌المللی نه به اعدام یک کار اساسیش همین هستش. بله، خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر در چند سال گذشته اعتراضات زیادی داشتند، ولی به نظر نمیرسه که این اعتراضات از سوی بخش های مختلف جامعه، از سوی مردم زیاد مورد حمایت قرار گرفته بشه. چه کار میتونیم انجام بدیم که مردم بیشتری از این حرکت ها حمایت کنند، از خانواده زندانیان و در واقع محکومین به اعدام جرایم مواد مخدر حمایت کنند؟ این سوال بسیار به جاییه. به نظرم یه نقش اول خانواده ها و وابستگان همین افرادی هستن که به این جرم خطر اعدام تهدیدشون میکنه. این خانواده ها باید با اعتماد به نفس بیان، از عزیزانشون دفاع کنن به عنوان قربانیان این سیستم، و به عنوان اینکه نذارن جمهوری اسلامی از این ابزار استفاده کنه برای جامعه رو عقب بزنه. اگر میخوایم که جوانان ما قربانی این سیستم نشن، دفاع کنیم ازشون.
جوانانی که ببینید جمهوری اسلامی خودش بزرگترین کارتل بین المللی قاچاق مواد مخدره و با جوانانی رو با 10 گرم تحت عنوان اینکه اینا سوداگران مواد مخدر هستن اینا رو دستگیر میکنه و براشون احکام اعدام صادر میکنه. خود این برنامه های تلویزیون، خود همین گفتمان هایی که شما تو این برنامه دارید، نهاد کارزار جهانی علیه اعدام که الان جریان داره که یک کارش فوکوس رو همین بخش گذاشته، خانواده های اینا، همه اینا، همه با همدیگه باید یک کار جمعی بکنیم و این مسئله رو تو بُعد اجتماعی تبدیل به گفتمان همه مردم بکنیم. من شک ندارم این مسئله پاسخ خوبی میگیره و الان این تغییرات رو ما در سطح جامعه شاهد هستیم. نمونهش سه‌شنبه های اعتراضه که توضیح دادم. بله، نظر شما درباره همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با جمهوری اسلامی چی هستش؟ حقیقتا باید به اینا گفت شرم بر شما. با حکومتی دارن کمک میکنن که خودش بزرگترین کارتل بین المللی قاچاق مواد مخدر است. خودشون تو دعواهای درونی خودشون از برادران قاچاقچی صحبت میکنن، خودشون باندهای بزرگی هستن که حتی تو دعواهای بین المللیشون تهدید کردن که اگر این کار رو نکنید ما این مسیر رو بازتر خواهیم کرد. بنابراین در قبال این مسئله مردم اینا رو با تمام هوشیاری دنبال میکنن و مردم رصد میکنن، مردم اجازه نمیدن و ما نباید اجازه بدیم. به همین دلیل تاکید ما بر اینه که سازمان ملل فوراً به این همکاریاش خاتمه بده و به جای اون خواهان لغو احکام اعدام و همینجور ممنوعیت اعدام‌ها در ایران بشه. اگه سازمان ملل میخواد نقش داشته باشه باید این کار بکنه و ما باید فشار بیاریم سازمان ملل رو که تو این جایگاه قرار بگیره. همونطور که در کوران انقلاب تونستیم فشار بیاریم که جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن بیرون انداخته بشه، میتونیم سازمان ملل رو وادار بکنیم که دست از این حرکت بیشرمانه خودش برداره و ما با تجمع در مقابل سازمان ملل، با تجمع تو کشورهای مختلف، با اعتراض درون خود ایران و خانواده های عزیزانی که زیر خطر اعدام هستن باید اونچنان فشاری بیاریم که عقب بشینن و بعد همین رو به عنوان یک مثلا همین گزارش عفو بین‌الملل که اشاره کردیم که 18 برابر شده اعدامات تو این چند سال، اعدام این بخش از جامعه محکومین مواد مخدری، 481 نفر از 853 نفری که گفتن مربوط به اعدام این افراد هستش و با این شکل جمهوری اسلامی میخواد جامعه را عقب بزنه و ما باید توجه دنیا رو جلب کنیم و بگیم که این حکومت کشتار جنایت باید بایکوت جهانی بشه همونطور که اشاره کردم. بله، با سپاس از شما شهلا دانشور، سخنگوی کمپین برای آزادی زندانیان، کارگران زندانی و از فعالان کارزار جهانی نبه اعدام، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگوی سوالات ما بودید. متشکرم. و با سپاس از شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه نبه اعدام که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. راه‌های ارتباطی با ما رو روی صفحه گیرنده‌هاتون مشاهده می‌کنید. منتظر گزارش‌ها و پیشنهادات شما هستیم. مثل همیشه ما را همراهی کنید و تا برنامه دیگر، روز و روزگارتون خوش.